آوردن حراس افکاران بلند رفته، اما هنوز هم نیاز حمایت ها در ساحه فناوری های پیشرفته دارند. گزارش داریم و پس از آن به این بحث خواهیم پرداخت. در حالی که کمیته نظامی کانگرس امریکا فیصله کرده است که نیروهای هوایی آنان مراکز طالبان، داعش و القاعده را مورد حمله قرار دهند، وزارت دفاع ملی میگوید که ظرفیت ها در نیروهای افغان بلند رفته و توانایی دفاع از کشور را دارند، اما در بخش نیروهای هوایی هنوز هم با مشکلات روبرو اند که در برخی موارد نیاز به حمایت نیروهای هوایی امریکا را دارند. ایالات متحده امریکا در اکثر مناطق با در نظر داشت پالیسی های جدید خود کوشش میکنه که در امر از بین بردن محلات تجمع دشمنان در مراکز منطقوی از اوها فعالیت های را انجام بده. ما حق داریم که از دوستای خود به خاطر مبارزه علیه دهشت افکنی در بعضی مواردی که حمایت هوایی لازم باشه از او کمک بخوایم. در بعضی مواردی که تیارات با تکنولوژی عالی ما را کمک کردن، یقینا که ما نتایج خوبی را گرفتیم. برخی از آگاهان امور حملات نیروهای هوایی آمریکا را در برابر تروریستان ستایش می‌کنند و می‌گویند که باید حملات هوایی در هماهنگی با دولت صورت گیرد تا تلفات ملکی رخ ندهد. اگر احیانا این پدیده‌ها در داخل خاک افغانستان می‌بینند که به یقین آمدن و حضور بالفعل و بالقوه هم دارند، می‌تانه شده که اول یک مشترکات با دولت افغانستان تعریف شود، در چوکات یک هماهنگی اطلاعات و هماهنگی عملیاتی قسمی عمل شود که تلفات ملکی رخ ندهد و همون اهدافی که واقعا تروریستی هستند اونا تعقیب شوند. منتها اگر تروریست کشته می شده باشد در افغانستان، عملیات از یک کار خوب است. این در حال است که در تازه ترین مورد هواپیماهای بی پیلوت آمریکایی رهبر گروه طالبان ملا اختر منصور را در بلوچستان پاکستان مورد هدف قرار داد و کشت. برای بحث بیشتر اینجا در استودیو آقای سید فاروق هاشمی استاد دانشگاه حضور یافتن. آقای هاشمی خیلی به بحث خوش آمدین. حالا کانگرس آمریکا تصمیم گرفته که حراس افغان یا لانه های توریسم را در منطقه در افغانستان مورد هدف هوایی باید آمریکا قرار دهد. همین تصمیم آمریکا چقدر میتونه مؤثر در از بین بردن لانه های توریسم در افغانستان واقع شود؟ خب سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران و بیننده ها. در رابطه با سوال شما باید بگویم اینکه این یک امر مسلم است. هر کسی که میخواهد که صلح در منطقیش بیاید یا امنیت بیاید یا آرامی بیاید و یا هم هر کسی که میخواهد که مبارزه با تروریسم را آغاز بکند مبارزه بکند، باید در تلاش باشد و کوشش بکند که راه‌ها و طرح‌های معقولی را بر از او پیدا بکنه و از او طریق به پیش بره. و این طرح چقدر میتونه معقل باشه؟ خب آمریکا تصمیم گرفته که تروریستان را از طریق هوا و زمینی از طریق توسط نظامیان، یعنی از لحاظ نظامی آنها را تهدید بکنن و از بین ببرد. به نظر ما اینجا دو دیدگاه وجود دارد. ما طالبان یا تروریستان داریم که به این دیدگاه هستند که آنها میگن که در حکومت افغانستان غیر قانونی است، در افغانستان کدام قانونی که وجود داره او غیر شرعی اسلامی است و کسانی که در افغانستان زندگی میکنن آنها را حتی مباهدم و کافر خطاب میکنن و میگوین که مرگشان روا است، که با آنها اصلا صلح شدنی نیست و صلح با آنها نمی شود. میخواییم بگوییم که این گروه ها باوران رسول نیستند. بله، و گروه دیگری که اکثریتشان را آنها تشکیل میتن، آنها میگویند که نه، در افغانستان قانون است، اسلام است و افراد و اشخاصی هستند که مسلمان هستند، قانون شرعی تطبیق میشه، ولی در قانونشان میگن که مشکلات وجود داره، توسط او اشخاص ما میتونیم که صلح بکنیم و امنیت را در منطقه. یعنی هر دو این گروه علیه دولت افغانستان مشغول جنگ هستند. بله، هر دوی گروه علیه دولت افغانستان مشغول جنگ هستند، به خاطر اینکه تا
یک راه حل را بر اونا پیدا بکنن تا بیان بر افغانستان. ولی گروه اولی را که قبلا ذکر کردم، اونها هیچگاه با افغانستان صلح نمی کنند، چون آنها نمی گویند که در افغانستان مسلمان وجود داره، حتی میگن که مباهدم هستند. و گروه دومی را که گفتم با آنها می شود صلح بکنیم، چون آنها می گویند که در افغانستان در قانون اساسیش و کدام قوانینی که در اینجا عملی می شود و در آن مشکلات وجود داره که اون مشکلات را ما می توانیم حل بکنیم. البته ما زمانی می توانیم که اون مشکلات را حل بکنیم که طالبان خود بیایند در سر میز مذاکره بشینند و راه های حل را به این مشکل بکشیم. شاید ممکن 10 یا 15 ماده در قانون اساسی ما وجود داشته باشه که اینها با ما مشکل دارند با اون قانون اساسی، می توانیم از راه مذاکره آنها را حل بکنیم. و این حملات که حالا آمریکا میخواد بالای لانه های تروریسم انجام بده، حملات هوایی، چقدر میتونه طالبان را وادار بسازه تا بیایند به پروسه صلح بپیوندند و چقدر میتونه فشارهای را وارد بکنه به این گروه؟ خب ما آمریکا یا کشورهای ناتو یا همه کشورهای ناتویی که در افغانستان آمده یا در تمام جهان وجود دارد، آنها نمیتوانند که تنها از لحاظ نظامی آنها را وادار بسازند یا گروه تروریستی را وادار بسازند تا بیایند در افغانستان یا در منطقه صلح را به میان بیارند. باید ما کارهای فکری و اساسی را ایجاد بکنیم. تنها از لحاظ نظامی ما نمیتوانیم که در منطقه صلح ایجاد شود. مثلا چیکار راهکارهایی را باید آمریکا و دیگر کشوران متحدان افغانستان به پیش بگیرند تا طالبان مسلح و دیگر گروههای راستفکن که مشغول جنگ علیه دولت افغانستان هستند و اینجا دهشت افغانی میکنن بیاین به پروسه صلح بپیوندن؟ خب طالبان یا گروه داعش شما پیشتر اشاره کردن که اینا به صلح باورمند نیستن، پس اگر حملات نظامی من انجام نشه پس چی کار شد؟ خب ما گفتیم که دو گروه اکثریتشان قبول میکنن، ولی گفتم پس چرا نمیاین؟ میایند، در مذاکرات باید اشتراک بکنن، ولی از لحاظ فکری باید آنها را عقیده بتیم تا به اینجا حاضر شوند، نه از لحاظ نظامی. و ما باید با فکر، چون گروه تروریستان چی طالب است، چی داعش است یا هر گروه دیگری است، اما سالها بعد این سو دروازه شورای عالی صلح برای مخالفان مسلح دولت و دیگر گروه های رسافگان باز است و همواره از طریق رسانه شما میشنوین اینا اعلان میکنن که بیاید به پروسه صلح بپیوندید و دست از جنگ و دهشت افغانی بردارین. اما چرا نمیان؟ دیگر چی کار باید بکنن دولت افغانستان؟ خب بالای فکر اونها کار بکنن، بالای قاعدشان کار بکنن که آنها چی میخوان و چی هدف دارن، به کدام منظور نمیایند و اینجا صلح بکنن. خب مشخص است اکثر اونها میخوان که نیروهای خارج از افغانستان بیرون شوه یا میخوان که تعدیل در قانون اساسی صورت بگیره، همین گونه خواسته ها دارن. خب آنچه که امکان پذیر نیست در افغانستان. خب هیچ کس نمیخواد، هیچ افغان نمیخواد، نه خودت شما میخواین، نه ما میخوایم و نه هیچ افغان نمیخواد که کشورهای خارجی یا یک خارجی به در هیچ کشور، هیچ فرد از در این دنیا یا هیچ انسانی که در دنیا زندگی میکند نمیخواد که از یک کشور خارجی کسی بیای بالای اونا حکم روایی بکنه و نظامشان را به پیش ببرن. البته اما نیاز نیست در افغانستان همچین خب چیز. ما میایم به موگب آله. در افغانستان یک نیاز است. اینها باعث شدند که در افغانستان امی کشورهای خارجی را به افغانستان بیارن، چون در 11 سپتامبر شما به یاد داشته باشین آنها حملاتی را که انجام دادن، امریکا مجبور شد که به افغانستان بیاید و در اینجا خب هر هدفی که داشت، یا صلح داشت یا به خاطر مساله خود آمده بود و یا هم هر هدفی که داشت اینجا آمد. و بعد از نشست بند، اگر ما و شما بعد از نشست بند اگر ما شما فکر بکنیم ببینین، تمامی گروه ها نشسته بود، حتی از گروه گلبدین حکمتیار هم حضور داشت در نشست بند که به نام فکر کنم، خب او نامش فراموشم شده که به کدام گروه بود، چندین گروه بود که حاضر شدن در نشست بند. بعد از شما بلسه که نماینده آقای حکمتیار در این نشست حضور داشت؟ بله بله حضور داشت. بعد از او که به افغانستان آمدن، خب امریکا کارهای خود را به پیش بردن تا 2005 و 2006 حکومت تا یک حدی را پیشرفت کرد و به پیش رفت. طالبان در آن زمان شکست نخورده بود، طالبان فقط توسط پاکستان به عقب نشینی رفته بود، یعنی عقب نشینی تکتیکی کرده بودند تا یک حدی را پس دوباره خود را بگیرن. بعد از 2005 و 2006 پس دوباره با طالبان سنگین را طالبان در همان زمان در پی داشتند، در خیال داشتند، بر امو اساس اونها پس یعنی متواری شدند. بله
متحاری شدن و پس دوباره برگشتن در سال آمدم به اینجا در سال 2005-2006 پس دوباره به افغانستان حضور یافتن و از طریق خود پاکستان پس حمایت شدن، تمویل شدن، تجهیز شدن، پس به افغانستان آمدن و در آن زمان امریکا هم درک کرد که تنها تروریسم، از بین بردن تروریسم در افغانستان تنها اهداف ما نخواهد بود، چون در اینجا تضادهای منطقه‌ای هم وجود داره که امریکا با روسیه و ایران و بعضی ممالک دیگه هم که داره آنها اهداف خود را از اون طریق هم میتونستن که به پیش ببرن. تا زمانی که فشارها بالای تمویل کنندگان تروریسم وارد نشه، فکر میکنین که حملات هوایی که در افغانستان یا دیگر جاها صورت بگیره مؤثر خواهد بود؟ خب تا زمانی که خود امریکا و ناتو نخواهد که در افغانستان صلح بیاید، هیچگاه در افغانستان صلح برپا نمی شود، به خاطر که اساسی ترین عامل چون آنها ابرقدرت هم هستند، هم می دانند و می تانند که بالای پاکستان فشار وارد بکنه تا پاکستان را به این وادار بکنه که در افغانستان صلح بیاید، دیگر تجارت توریست را تمام بکنند، دیگر نگذارند که توریست بر افغانستان روان بکنند تا امو منافع ملی که دارن یا منافع شخصی که دارن آنها به دست بیارن یا جامعه بین المللی. و شما فکر میکنین تا هنوز اعضای کشورهای ناتو هیچ فشار بالای پاکستان وارد نکردن؟ خب فشارهای سرسری یعنی از روی دل هست، از روی زبان هست، ولی از دل تا به حال آنها فشار را بالای پاکستان وارد نکرده تا بتوانند. شما میخواین بگین که امریکا و حامیان افغانستان یا متحدان افغانستان نمیخواین در افغانستان صلح بیاید؟ اگر واقعا اینها گام های عملی و مثمر بردارن ما شاهد صلح میشیم در اینجا. من قبلا عرض کردم بعد از 2005-2006 امریکا و حامیانشان درک کردن که در افغانستان تنها به خاطر صلح ما نامدیم که مساله خود را یا صلح را در او ببینیم، بلکه گفتم که تضادهای منطقه‌ای هم در اینجا هست و میخوان که رهبر اهداف خود را از گروه طالبان، کشتن ملا منصور بخش رهبر بخش اعظم از گروه طالبان به معنای این نیست که امریکا واقعا میخواهد که تروریسم ریشکن شما از افغانستان. خب ملا منصور، خب شما هم آگاه هستین، رسانه ها هم امیر پورا را نشر کردن که ملا منصور رفتن با کشورهای دیگه، فکر کنم ملاقی شده بودن، از اونجا که آمدن پس دوباره آنها را اهداف هدف حمله قرار دارن تا دوباره نروند با کسانی که آنها در تضاد هستند با آنها مصالحه بکنن، یک جا بشینن و اهداف اونها را به پیش ببرن. و بن لادن هم خواهد دخیل امریکا از بین برد؟ خب او هم به می شکل بود، او هم به می شکل بود، تنها منافع آمریکا نه یا پاکستان نه، بلکه منافع منطقه خب را هم در نظر گرفته. زمانی که در افغانستان ناامنی ها افزایش پیدا بکنه، منافع آمریکا در چی هست؟ چرا آمریکا نمیخواد در افغانستان صلح بیاید؟ خب در افغانستان زمانی که صلح آمد، پس حضور آمریکا یا کشورهای ناتو در اینجا پس به چی معنا؟ و اگر در افغانستان صلح و امنیت برقرار شود، پس عمود تضادهای منطقه‌ای که آمریکا یا کشورهای ناتو با کشورهای دیگه دارد باز نمیتواند که او اهداف و امو مشخصا و امو یعنی منافع ملی خود را به پیش ببرند، اهداف که در منطقه دارند و این امر سبب شد تا کشورهای بیرونی وارد افغانستان شود. بله، و از این طریق میتونن به منافعشان دست پیدا بکنن. چرا نه؟ چون افغانستان یک کشوری است که تمامی کشورهای منطقه در گرد و پیش است و به مو اساس نمیخواهند که از اینجا بیرون شوند تا امو اهداف مشخصای خود را یا امو اختاریه هایی که هر چیزی که حالا مشخصا میخواهم از شما بشنوم، همین حملات هوایی که حالا قرار است آغاز شود و کانگرس امریکا هم این تصمیم را گرفته، چقدر میتونه مثمر واقع شود در از بین بردن طالبان یا تروریسم در منطقه و در افغانستان؟ خب خود امی مبارزه با تروریسم که آنها اینها انجام میتن، یا از طریق هوایی باشد یا از طریق زمینی باشد یا از طریق فکری باشد، ما بر از او خوش آمدید میگیم، خدا کنه که در افغانستان صلح بیارن و ای که امروز کشورها یا کشورهای منطقه یا کشورهای تمامی جهان امروز روز اقتصادی است، قرن اقتصاد است، قرن اقتصاد چین است، قرن اقتصاد هند است، قرن اقتصاد آسیا
راسته و زمانی که آنها میخواهند پاکستان هم باید حاضر شوند به میشکل تا منافع ملی اگر میخواهند که با خود تمویل بکنند به شکلی که پروژه توتاب است، پروژه برق است، پاکستان به انرژی ضرورت داره، پاکستان به گاز ضرورت داره، اگر میخواهند که با آرامی و آسودگی اقتصاد خود را به پیش ببرند بیایند صلح بکنند و امریکا هم که امروز حاضر شدند که میخواهند در افغانستان صلح را تأمین بکنه، صلح را بیاره، خدا بیارش ان شاء الله. و اینم یک راه حل بوده میتونه تا حملات هوایی را آغاز بکنه و از بین بردن لانه های توریسم اگر هدفشان واقعا همین باشه. پس اگر این مسمر باشه آغاز حملات هوایی، چرا در زمان حکومت آقای کرزی متوقف شد؟ خب در او زمان به شکل دیگی بود، امی حملات هوایی را که آنها انجام می دادن به خانه های مردم یا مثلا بلانه های مردم می رفتن اونجا حملات را انجام می دادن، عملیات شبانه بود، کروکی شاید ممکن از طریق یا حکومت اشتباه داده می شد یا هم از طریق خود کشورهای ناتو یا آمریکا که بود، اما کروکی را درست البته نمی دادن یا به شکل درستش نبود. به هر شکلی که بود آنها می خواستن که امو حملات را انجام بدن و تلفات زیاد ملکی ما دیدیم به مو اساس آنها توقف کردن. و فکر میکنید که این بار به یک شکل دیگه آغاز خواهد شد؟ خب ببینیم او را باز آینده در آینده پاسخ میگه خودشان یا حکومت افغانستان که چگونه خواهد بود. کمک های هنگفت در یک نیم دهه گذشته با دولت افغانستان صورت گرفته است، چرا هنوز هم نیروهای امنیتی افغانستان آنطور که باید تجهیز میشدن نشدن و چرا هنوز هم نمیتونن که با حراس افغان مقابله بکنن؟ خب دمی 14 سال قبل اگر ما ببینیم کمک های زیادی به افغانستان حاضر شد و کشورهای ناتو و آمریکا و دیگر کشورهای منطقه کمک های زیادی را بر افغانستان آوردن، ولی ما یک طرح پلان و پالیسی منظم نداشتیم که امی پول ها را به شکل درستش به مصرف برسانیم تا یک کشور اقتصادی، یک کشور پرامن و با صلح باشیم در افغانستان. تا چه زمان کشورهای بیرونی بیاین و در افغانستان صلح بکنن و صلح را بیارن و مشکلات افغانستان را حل بکنن؟ خب فکر کنم جانکری هم در چند روز قبل در مو گزارشی که وال استریت ژورنال فکر کنم نشر کرده بود، در او هم گفته بود که ما تا چی زمان، یعنی ما تا ابد نمیتونیم که بر شما کمک بکنیم تا شما بر پای خود استاد شوین، شما خود طرح بکنین، پلان داشته باشین، باید پالیسی داشته باشین و مردم افغانستان هم میخواهند که خارجی ها در افغانستان نباشن و بر اساس امو باید اینها بیرون شوند و باید ما یک پلان داشته باشیم، برنامه دقیق داشته باشیم تا بتانیم به راه حل و امنیت و صلح و اقتصاد بهتر. و شما حالا میخواهید بگین که در یک نیم دهه گذشته دولت افغانستان کدام پالیسی یا برنامه درست نداشت تا نیروهای امنیتی مجهز شود و ما کارهای زیربنایی را بتوانیم در افغانستان انجام بدهیم؟ ببینین خودتان قبلا گفتین که در 14 سال قبل زیادتر کمک ها به افغانستان سرازیر شد و دقیقا شد. اگر پلان دقیق می داشتیم، برنامه دقیق می داشتیم، اگر یک 10 یا 15% اگر ما به حکومت افغانستان، به ملت افغانستان دل می سوختاندیم، یک پلان دقیق، برنامه دقیق را می آوردیم، حتما یک تقریبا 20-30% میتونستیم که بهتر شویم. پس چقدر امیدواری وجود داره که پس از این از کمک هایی که حالا از سوی برخی از کشورهای برخورد صورت میگیره برای حداقل برای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان به کار برده شود استفاده شود؟ خب حکومت امروزی را که ما شما میبینیم فکر میکنم هیچ امیدواری وجود نداره، چون حکومت امروزی فقط تپ و تلاش دارن که چگونه منافع شخصی خود را تامین بکنن، چگونه به منافع امو پارت و پارت بازی که دارن یا امو کسانی که برای آنها کمپاین کردن، کمپاین انتخاباتی، چگونه از اونها را تمویل بکنن تا پس دوباره ما در امی چوکی ها حضور یابیم. فقط کارشان امی است و کارشان دیگر امی هست که چوکی های حکومت را بین هم تقسیم بکنن، فقط مصروف امی هستند. دیگر ما اگر به می شکل به پیش بروند هیچگاه نه امنیت میه، نه صلح میه و نه هم اقتصاد افغانستان به پیش بروند میره. اگر واقعا چنین باشه، اگر دولت افغانستان همین گونه اونجوری که شما اشاره میکنین مشکلات خودش وجود داره، اختلافات درونی وجود داره، به همین منوال پیش بره، ما نمیتوانیم امیدوار بود تا در افغانستان صلح و ثبات حداقل نسبی نهادی نشه. پس با این حال چگونه ما امیدوار باشیم که امریکا با حملات هوایی خود میتونه که حداقل به نحو بالای
توریسم در افغانستان فشار وارد بکنه؟ خب آمریکا، ما قبلا هم عرض کردم در گفته‌های قبلی خود گفتم که آمریکا اهداف و مقاصد اساسی خود را داره، پاکستان مقاصد اساسی خود را داره، منطقه کشورهای منطقه هم اهداف خود را داره. ما بر حکومت افغانستان از اینجا صدا میکنم که بیایید تا یک طرح منظم داشته باشیم، یک پلان داشته باشیم، یک پالیسی دقیق داشته باشیم تا بتوانیم به صلح و امنیت و اقتصاد خوب برسیم. و در غیر آن در اسلام هم پیش بینی شده که ما میتونیم حکومتی که اگر فاسد باشه جا باشه، میتونیم از راه مصالحه با آنها با پیش ببرویم و از راه مصالحه آنها را خوب بسازیم. اگر نشد باز قوه مردمی خو است. و فکر میکنین که اینجا نقش مردم میتونه نقش خوب داشته باشن؟ بالکل. چگونه میتونه مردم نقش بازی کنن؟ چون تا هنوز از مردم استفاده نشده در اینجا. ببینین حالا ما نمیریم که به گپ های قومی یا مثلا گپ هایی که بین هم تفرقه پرتن، به او گپ ها نمیرسیم. فقط همه قدر میگم که سیاسیون، رهبران و گروه های جامعه مدنی هسته و یا هم جوانان که هسته یا مثلا کدام گروه هایی که تشکیل شده امروز در افغانستان، میتونن که با هم دست و هم بت و یک راه دقیق و اساسی را به حکومت افغانستان پیشنهاد بکنن تا حکومت افغانستان از همینجا میخوام یک مسئله را اشاره بکنم و میخوام بپرسم که کلید صلح افغانستان در دست کی است؟ مردم افغانستان، کشورهای بیرونی یا دولت افغانستان؟ خب کلید صلح ما قبلا عرض کردم تقسیم شده و بیشترین و اساسی ترین موضوع پیش خود آمریکا و کشورهای ناتو است. آنها اگر بخواهند صلح در افغانستان تأمین می شوند، بالای پاکستان فشار وارد کنند. ببینید آنها تنها منافع خود را، ما گفتم که در نظامیان یا در حضور در اینجا یا به خاطر مصالح نامدن، آنها می توانند که منافع خود را یا می پول هایی را که در اینجا به مصرف رساندن از طریق کشت مواد مخدر یا کشتار مواد مخدر که ما شما دیدید ملل متحد اعلام کرده بود، در اعلامیه خود آورده بود، تحقیقی را انجام داده بودند که 500 میلیارد دلار از افغانستان تنها از طریق کشت مواد مخدر به دست می آید که 480 میلیارد دلارش به اروپا می رود و آنها از طریق، پس ما می توانیم که بگوییم که از طریق کشت مواد مخدر هم آنها می توانند که امو اهداف خود را به پیش ببرند و اساسی ترین کلید پیش ناتو و آمریکا است. پیشتر شما اشاره کردین که آمریکا اگر بخواهد در افغانستان صلح و ثبات حتما نهادی نمیشه و اعضای کشورهای ناتو همچنان، یعنی کلید صلح هم در دست از اینا هست. پس حالا آمریکا و کانگرس آمریکا تصمیم گرفته که حملات هوایی در منطقه و در افغانستان آغاز خواهد شد در علیه تروریسم. فکر میکنید که این یک بازی نو از سوی آمریکا باشه؟ ممکن، چون آنها میخوان که امو اهداف خود را از هر طریقی باشن. آنها پلان دارن، برنامه دارن، پالیسی دارن. آنها کشوری نیست که مثل افغانستان فقط بالای چوکی ها جنجال داشته باشن. آنها پلان و برنامه های طویل مدت و کوتاه مدت دارن، آنها را عملی میکنن، چی در کشور، چی افغانستان باشه، چی کشورهای منطقه و جهان باشه. و مردم افغانستان هم قربانی این بازی ها میشن؟ طبیعی است. چرا دولت افغانستان خود را تکان نمیده؟ چرا در برابر این بازی ها عکس العمل از خود نشان نمیده؟ چرایش ما قبلا پاسخ گفتم، چون گفتم که در چرا مردم نمیخوان به نحو فشار بیارن بالای حکومت، نمیتونن این کار را بکنن؟ هستن. امروز ببینین همین شورای حراست و ثبات افغانستان که امروز چرا تاثیرگذار نیست؟ برشان میگن، چون گفتم یک مدت، یک زمان میخوای آهسته آهسته به پیش بروند. چند قبل استاد سیاف رئیس حزب دعوت و همچنان حراست و ثبات، آنها گفتند در گفته های خود گفتند که اگر ما اگر خود را اصلاح نمی کنین، پس قدرت مردمی است. قدرت مردمی به می معنا است که یعنی خود را اصلاح کنین. اگر نمی شه که شورای حراست و این گونه شوراها می تونن نقش موثر داشته باشن، بلی. چرا بازی نمی کنن نقش خود را؟ خب آنها امو پلان و برنامه‌ای که دارن یک دمی ما نمیتونیم که مثلا از طریق شوراها و یا هم شوراهای مردمی که یا به مو شکل شوراهایی که ساخته شده آنها به پیش برون، بلکه به شکل تدریج میتونن که به پیش برون. اینجا ظرفیت در نظام افغانستان و در رهبران حکومت ولایت بینی وجود نداره تا یک برنامه موثر را در تامین امنیت و صلح داشته باشن؟ توانایی وجود نداره یا که اراده نیست؟ خب اگر توانایی وجود می داشت
هیچگاه به این شکل به پیش نمی رود و آنها نه توانایی وجود داره و نه اینها خوب چیز میگه گندم تر است و چیز آسیا هم کند است، نه آنها خوب تا حد را توانایی هم دارن. اما مردم افغانستان همین افراد را انتخاب کردن دقیقا. خوب من میگم میایم به حساب تا حد را آنها توانایی ندارن و تا حد را که توانایی دارن اراده اش ندارن، به خاطر که من قبلا عرض کردم تقسیم چوکی ها فقط امو پلان و برنامه خود را به پیش می برن، اما منافع شخصی خود را به پیش می برن و پیش می برن. شما اشاره کردین که کلید صلح افغانستان هم در دست آمریکا و در کشورهای بیرونی است و تقسیم شده کلید صلح افغانستان و حالا قرار است که حملات هوایی آمریکا علیه دهشت‌گردان در منطقه و افغانستان آغاز شد. این را یک بازی آمریکا شما خواندین و گفتین که دولت افغانستان هم یک برنامه موثر در از مدت نداره تا در افغانستان صلح و ثبات تامین شود. پس راهکار را شما در چی می‌بینین؟ چه راهکارهایی وجود داره تا مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات در اینجا شوند تا هم ناامنی‌ها کاهش پیدا بکنه؟ خب یگانه راه حل با اتفاق شدن و یکجا شدن امی احزاب سیاسی است یا جامعه مدنی است و یا هم مردم است، مردم هم افغانستان است و یا هم همه شوراهای جوانانی که امروز در کشور ایجاد شده با هم یک جا شوند، یک تصمیم دقیق بگیرند، پلان بسازند، برنامه بسازند و به حکومت افغانستان پیشنهاد بکنند. اگر به این شکل به پیش نمی روند ما شاید اقدام دیگه یا پلان دیگه در مقابل از او داشته باشیم. در ناامنی های افغانستان بیشتر کی مقصر است در افزایش ناامنی ها؟ خب در افزایش در داخل نظام افغانستان یا در بیرون از نظام یا بیرون از کشورهای خارجی هست چی؟ خب از خارج از کشور یا امریکا باشه یا کشورهای ناتو بالای آنها هم تأمیل میشن تا حدی را و اساسی ترین عاملی که در افغانستان ناامنی ایجاد میکنه پاکستان است، چون پاکستان حامی تروریسم است، تروریسم روان میکنه و از اون طریق میتونن که به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما داشته باشم. تا زمانی که حالا شما اشاره کردین که پاکستان حامی توریسم است در منطقه و در جهان و در افغانستان، تا زمانی که آمریکا و دیگر کشورهای ابرقدرت در جهان هستند و خود را متحدان نزدیک به افغانستان میدانند، بالای پاکستان فشارهای جدی وارد نکنند، آیا حملات هوایی و یا پروسه صلح، شورای عالی صلح و اتفاق بدن مردم افغانستان میتونه در تامین امنیت نقش داشته باشه؟ خب آمریکا هم اگر امو حملات هوایی خود را به پیش میبرن و پاکستان هم به پیش میبرن، آمریکا باید فقط طرح و اساسیش همی است که آمریکا بالای پاکستان فشار وارد بکنه، پاکستان را مجبور بساند تا در افغانستان صلح بیایه. در غیر از او اگر عملات هوایی انجام میتن یا عملات زمینی انجام میتن یا میخواین که با نیروهای امنیتی افغانستان کمک بکنن و از طریق به پیش ببرن هیچگاه به صلح نرسن. پس دولت افغانستان نمیتونه اینجا نقش داشته باشه تا زمانی که پاکستان نخواهد؟ حکومت افغانستان تا او حد نرسیده که با پاکستان یا با کشورهای دیگه مبارزه بکنه. سپاسگزارم آقای سید فاروق هاشمی، استاد دانشگاه، از این در بحث ما زرفتین. ممنون، سلامت باشین. سپاسگزارم از همراهیتان تا دیدن، سپاسگزارم و ادامه برنامه را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است و من بابرایدین هستم و حالا بحث را واگذار میکنیم به همکاران ما که از طریق رادیو آریا نیوز اف ام در خدمت شما قرار دارن. همکاران عزیز، آقای وسیر و آقای درمان، سلام، صبحتان بخیر. و علیکم سلام، سلام. سهر بخیر وی زنده باشین. میشه یک اشاره کوتاه داشته باشین که امروز بحثتون در رابطه با چی است و مهمانی که در برنامه حضور داره با شما کی هستن؟ بله، نن ورځ په ټوله کې په ورزش غږیږو، د نورو ورځو په توپیر سره او د نن ورځې میلمانه مو د افغانستان د ورزش سفیر او د بدمینتون فدراسیون رئیس اغلی مستوره ارزو ده. برنامه خوب داشته باشین. مننه، ژوند دې وسیږي، ډیر زیاته مننه. درنو لیدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو او خپل همکار زی وسیل ته هم ښه راغلاست وایو. د افغانستان د ورزش سفیر او د بدمینتون فدراسیون رئیس اغلی مستوره ارزو، ښه راغلاست، ستړي مو شي. سلام علیکم، سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندای عزیز رادیو آریانا و همچنان تلویزیون آریانا نیوز. خیلی خرسند هستم که چند لحظه با دوستا قرار دارم. مننه شونده بود سگی. په لومړي سر کې همدغه پښتنه تر ازو څه باید شو چې تاسو په نورو برخو په پرتله ورزش وټاکلو د عمر په سو کلنۍ کې مو ورزش ته مخه وکړله؟ تشکر. ما امیش یک شوهر که پدر جانم داشت میگفت که
صحت ثروت است و ورزش زمینه سلامتی و تندرستی است. ما امی شهر یعنی خواستم که به پای امی شهر برم و امی باعث شد که من ورزش آغاز کردم. دقیقاً صنف 6 مکتب بودم در یک ولایتی که اونجا اصلا به درس علاقه من نبودن و فامیلی ها حتی دختراش ها نمیگذاشتن که برن مکتب، ولی ما از امو ولایت ورزش آغاز کردم. اگر میشه بگوین که چون از مشکلات یاد کردین، سوال ما میخواییم اینطور مطرح کنم که در شروع با چی مشکلات مواجه شدین، کیها مخالفت میکردن و چگونه مبارزه کردین تا بالاخره برسین به جایی که سفیر سال باشین، سفیر ورزش افغانستان و در پهلویش رئیس بدمنتون افغانستان. خب در کل زندگی مبارزه است و در هر کار که اگر بخوای شروع کنیم ممانعت های وجود می داشته باشه، بخصوص به طبقه ایناس. واقعا در او ولایت، یعنی در ولایت بغلان، ما زمانی که ورزش آغاز کردم مشکلات بود، یعنی سنتی بودن خودمون ولایت بیشتر مانع می شد بر ما و همچنان یعنی مردم نمی فهمید که ورزش یعنی چی. فقط امیر فکر میکردن که دخترها به خانه باشن، در کارهای خانه با والدین سهم بگیرن و همچنان نگهداری از خواهر و برادر به می شکل بکنن. ولی متاسفانه بر همه گیزی نه گفتیم و خواستم که با تمام مشکلاتی که هست، با دشواریایی که ما داشتیم، خواستم که نه تنها من خودم یک ورزشکار شم، بلکه همسنفی های مکتب ما، همسایه های ما، دوستای ما، خوارخونده های ما، همه گیشه به پای ورزش بکشنم که واقعا هم قسمی کار هم شد. مالی. او دست هم ویل که گی مستورا جانی چی لده وران دی چی تاسی بدمنتون ورزش تراشی، تاسی د والیبال د افغانستان د میرمنو د والیبال ټیم غړیتوب درلوده، دلته هم پښتنه پیدا کیږي، څه باید شو چې تاسو والیبال پرېښوده او بدمنتون ته راغللی؟ خب ما یعنی ورزش از والیبال آغاز کردم، عضو تیم ملی والیبال بودم و در پلوی از این ما خبرنگار هم بودم. زمان که من میرفتم گزارش تهیه میکردم از رشته های مختلف، من گزارش اختصاصی از ورزش بدمنتون داشتم. من خودم چند لحظه بازی کردم همراه بازیکنهای بدمنتون، اما باعث شد و علاقه مندی من بیشتر شد به ورزش بدمنتون هم، و در پلوی ازی که من والیبال بازی میکردم بدمنتون هم علاقه مند بودم و آیسته آیسته شروع کردم و یک شانس خوب، یک فرصت بسیار خوب دانستم که من در پلوی ازی که والیبال بازی میکنم حداقل کارای مدیریتی در بدمنتون داشته باشم. او تاسی در رسانه یو خبر رو کرلا، من خپل معلومات در رسانه یو کار دیر بوختیا لیر مصروفی بکی، تاسی څنګه په یو محل باندې کول شو چې عام ورزش وکي، عام رسنۍ سره کار کولو یا رادیو سره یا تلویزیون سره متفقه وکي کار کولو، کوم مشکلات تر ته په ژوند کې نو برابر شوی، یعنی مثلا په اسانۍ سره کول شو چې دواړه رشته پر مخ بیوزي؟ نه خیر، نه کوم مشکل نبود. مطابق یک تقسیم اوقات بسیار خوب ما کارهای روزمره خود تنظیم میکردم، بخصوص عمو مسئولیتایی که داشتم در پلوی ازی که یک ورزشکار بودم، ما کارهای رسانه‌ای بیشتر میکردم و بیشتر وقت ما به رسانه اختصاص داده بودم و کدام مشکل بین این دوتا ایجاد نمیشد، هر دوش به بسیار خوبی پیش میرفتم و همزمان مسئله هم بودم که درس هم میخوندم. ماشاءالله چند وظیفه را به اصطلاح عام اگر بگویم که یک وقت میگفتن یک تیر و دو فاخته، ولی شما با یک تیر سه فاخته شکار میکردیم. ما فکر کنم اگر که در زندگی روزمره خود یک تقسیم اوقات منظم داشته باشیم، کارهای ما را یعنی تقسیم بندی کنیم، بسیار خوب است و هیچ وقت سکتگی وارد نمیشه در کار. اگر این را بگوین که شما از والیبال آمدین به بدمنتون، چند لحظه گفتین که او بازی را دیدین و با کسایی که در این قسمت، در قسمت بازی یا ورزش بدمنتون مصروف بودن، او را انجام دادین و علاقمند شدین، آیا این طور خونه بوده یا قسم خونه بوده که والیبال مشکل باشه و خسته کن شده باشه براتون و رو آورده باشین به بدمنتون؟ نه، والیبال بازی یا رشته اصلی ما است که حرفه‌ای بازی میکردم و بازی میکنم. تا به حال خیلی علاقه‌مندش هستم، در مسابقات ملی و بین‌المللی اشتراک کردم در این رشته. یعنی کدام کم علاقه‌مندی من نبوده در قسمت والیبال، ولی ما خواستم که در بخش بدمنتون حداقل ما بتونم که فعالیت خوب داشته باشم، از اینکه ورزش، چون من مطالعه که در قسمت بدمنتون داشتم یک بازی زبردستی المپیکی است و در خارج از افغانستان در کشورهای دیگه خیلی این بازی مشهور یا بازی که است که همگی علاقمند است، متاسفانه در افغانستان روش کار نشده، با وجود که قدامت تاریخی داره در افغانستان.
یعنی کمکاری های بیشتر در قسمت صورت گرفته. بله. خواستم که در این قسمت ما در بخش مدیریتی فعال باشم. لوبی د طرفداران او د مینوال اړوند روس سره اگر زیګو خود د استودیو ټلیفون شمیره هم اوریدونکو ته وایو چې کولې شي موږ سره بیا اړیکه ونیسي او د مسرور جان نه کومه پوښتنه لري مطرح کړي 0111 11 13 مو د استودیو ټلیفون شمیره ده. د نن بخبرونه کې مو د افغانستان د ورزش سفیر او د بیډمنټون فدراسیون رئیس اغلی مستوره ارزو ملمنه ده که د ژوند د فعالیت او د راتلونکو مسابقه ورون کوم پښتنه لري کول شم ده چې بل موږ سره اړیکه ونیسي او پښتنه مطرح کړي. ما هم میخوایم که شماره یک بار تکرار کنم 0700 11 11 31 شماره تماس ماست. همچنان قابل یادآوری میدانیم که از طریق صفحه فیسبوک آریانا نیوز اف ام هم میتونین سوالات خود مطرح کنین تا حد توان و در همین فرصتی که برزی بخش در نظر گرفته شده به اونا پاسخ خواهد دادیم. همچنان از طریق اسکایپ هم میتونین سوالات خود مطرح کنین. همکاران ما در بخش تکنیک انجینیر صاحب خالد شریفی سوالات شما را از اونجا خواهد گرفتن و ما هم سوالات شما را از فیسبوک میخوانم و سوالات را که اجمل درمان داره و ما داریم اینا را هم مطرح میکنیم. من. او د مخکې د ورزش د علاقې خبره مو وکړه چې مینوال شته کنهشته مخکې د مار سوال اړه کې تورزو تماس قد شو ته وسه شو لمنه کوله د غریدون کې څه پښتنه مې داسې وای چې په افغانستان کې د بیډمنټون ورزش مینوال څومره دي تصویر چې مینوال زیات لري او به ګروپ کومه کچه مینوال لري او تر دې مرحله تاسې د مینوالو لخوا څومره تشویق شوي هم یستی؟ یقینا علاقه مندای ورزش در افغانستان خیلی بیشتر، یعنی بیشتر است، بخصوص در اواخر ما دستاوردهایی که داریم در ورشهای مختلف همگی رو آوردن به ورزش و علاقه مند شدن. ورزش مینوال علاقه مندان در ورزش زید دی خود بیدمنتون ورزش خیمه چی تنس تاورت لوبه در دیر بزرگپور لوبه هم در مینوال چون ردی پا افغانستان. یعنی قبلا هم ذکر کردم یعنی به ورزش بیدمنتون بیشتر توجه نشده بود تا به حاله، ولی حالا که من میبینم در دو سه سال اخیر علاقه مندای بیدمنتون بیشتر شده و راجستریشن ما یا ثبت نام ما بیشتر شده رفته، نه تنها در خود مرکز بلکه در ولایت هم ما علاقمندای خود داریم. و دو سواله که میشه در یک جواب رو پاسخ بگوین یا چند کلمه. یکی که تیم که شما یا امی او را رهبری میکنین یا در کل اگر فدراسیون رو بگوییم شامل پسران و دختران میشه یا صرف برای بانوان کار میکنین؟ و کسانی که در تیم بدمنتون ایفای وظیفه میکنن و کار میکنن شامل چند نفر میباشن؟ ما بله در هر دو بخش داریم و در کتگوری های مختلف که بخش دخترها و پسرها و همچنان ما متشکل از 64 بازیکن در تیم ملی داریم که ای هم در دو بخش است که دخترها و بچه ها و در مجموع ما در ولایت افغانستان هم داریم که بیشتر از 200 ورزشکار فعالیت داره. لاستراولون پروان کتاسی و از چی تروسمو څومره لاستراولنی در لودلی د ورزش په برخه کې په ځنګړې توګه دمدغه بیډمنټون ورزش په برخه کې دستاوردهای خودتون دستاوردهای از خودم مطلبتون بله استاد خپل شروع کار تا به حال ما در تقریبا 3.5 سال شده که در فدراسیون بدمنتون به حیث رئیس کار میکنم و در مدت 3.5 سال خب دانستم که لقب جوانترین رئیس در سطح جهان داشته باشم، نه تنها در رشته بدمنتون، در تمام رشته های ورزشی و همه افتخار هستیم. سلامت باشین. و همچنان سال قبل در انتخابات که صورت گرفت از طرف فدراسیون آسیایی به حیث مسئول بانوان یعنی بدمنتون و بانوان در سطح آسیا انتخاب شده و ای فکر کنم یک افتخار خیلی بزرگ است که به سطح آسیا رهبری میکنیم یا فعالیت میکنیم و همچنان در یعنی زحمات 13 سالی که ما در ورزش افغانستان داشتیم ما تونستم که نتیجه زیره دو هفته قبل بگیرم که با انتخاب مردم یا با رای دادن مردم ما تونستم که به حیث سفیر ورزش افغانستان انتخاب شوم. البته یک رقابت بسیار سالم، یک رقابت بود که بین تمام رئیس های فدراسیون صورت گرفت
و از طریق یکی از شرکت های مخابراتی مردم افغانستان رای می داد که شرایط رای دادن قید نبود برای همگی آزاد و از مرکز و ولایت همگی رای دادن و من اینجا دیدم که واقعا امی 13 سال که ما در خدمت ورزش افغانستان بودیم مردم نادیده نگرفته و مردم انتخاب کردن. یک جان تشکری میکنم از دوستایی که بر من رای دادن، از هموطنان عزیزم که واقعا من نه تنها رای مرکز گرفتم، تمام ولایت افغانستان بر من رای داد و سفیر ورزش افغانستان انتخاب کردن که من فکر کنم این یک لقب سمبولیک نیست، یک لقب است که یعنی فعالیت اجرایی داره، باید کار کنیم، باید ولایت به ولایت بریم، او جوانایی که فعلا در یعنی از ورزش دور هستن تشویق کنیم به ورزش، اونا رو نزدیک بسازیم. شماره تماس یک بار دیگه میخوام تکرار کنم، دوستانی که در فرصت باقی مانده میخوان تماس بگیرن 0711131 شماره تماس ماست. از طریق صفحه فیسبوک آریانا نیوز اف ام هم میتونین ما رو پیدا کنین و ما در رابطه با همی سفرهایی که شما داشتین یا دستاوردهایی که ولی کوتاه‌تر اشاره کردین میشه کمه به تفصیل اگر بگوین که چی جوایز را گرفتین، مقام ها حتما بین تیم ها بازی های صورت میگیره، مسابقات بین کشورها، از اونها اگر بر ما بگوین و چقدر به تمرین نیاز داره این بازی اگر کسای تازه میخواین و چگونه باید مراجعه کنن. خب ما سفرهای بیشتر داشتیم، ورزشکارای ما تونستن که در این مدت که به حیث رئیس ایفای وظیفه می کنم در مسابقات مختلف اینو شرکت کردن که از جمله مسابقات جوانان آسیا که در کوریا برگزار شده بود که یک دستاورد بسیار خوب بود بر ما، ما صاحب مدال نشدیم ولی بسیار بازی خوب کردن که حداقل رنکینگ از اینا در جهان بالا رفت و همچنان در مسابقات جام قهرمانی پنتونا بود داخل کشور؟ نه خیلی، نه در قبرس بود که ورشکارای ما شرکت کرده بودن. آخرین مسابقه ما به مسابقات صفگیم جنوب آسیا بود که قبلا ما در ردیف اشتم قرار داشتیم در این مسابقات، یعنی بین کشورهای سارک ما آمدیم در یعنی صعود کردیم در جایگاه چهارم قرار گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار خوب است. و سوال بعدی تان قسمت دیگه سوال که او یک بخش جدا بود را میخوام تمرین لپاره تون رفتی تمرینات. واقعا ورزش بدمنتون یک ورزش فکری است. خب پیش دیگه که بقیه جواب بگوین اولین تماس برنامه را میخوایم داشته باشیم. آری که برابر و گروه چه سوگده. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. ستریم شید سوگ یسه لکم از ایماری کنی ولی سلامت باشین. سوال دستم از کابل، یک سوال داشتم از میمون برنامه تان. مهربانی. اول سلام بر شما عرض میکنم، بعد از عرض سلام، آیا ورزش زنان را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و آیا محیط بر شما مساعد است یا نه؟ سوال هم بود. تشکر از شما. ډیر زیات مننه کو تاسو د فوجان پښتنه ووري د لسوال مو ووري دله ما هم غوښتل چې په همدې برخه کې پښتنه وکړم خو خو فوجان پښتنه وکړه مهرباني جواب مو وسلې وکړه. تشکر دوست عزیز. فوجان سلام عرض میکنم خدمتت. واقعا سوال بسیار خوب که همیش در رسانه ها همین سوال از ما میکنن. واقعا زمینه مساعد است به ورزش افغانستان. اگر زمینه مساعد نمی بود امروز یکی از ورزشکاران بانو به حیث سفیر صلح انتخاب نمی شد. یعنی ما نه تنهایی که در خود مرکز فعالیت داریم، در تمام ولایات ما زمینه را مساعد کردیم، فرصت ها برشان مساعد است و آمریت های ورزشی در تمام ولایت فعالیت داره، کلاب هاست برای دخترا و مراجعین ما بیشتر است، ورزشکارای ما مسابقین هست بیشتر است. حتی ما به بار اول به سطح یعنی ما مسابقات یعنی جنوب آسیا یک دختر خانم تانست که مدال بگیره از اوجه، یعنی به تاریخ ورزش افغانستان اولین بار است که خانم سمیه غلامی تانسته که مدال در رشته تکواندو مدال طلا را از آن خود کنه و این یک دستاورد بانوان است. از این معلوم میشه که فرصت یعنی فرصت هست برای بانوان و زمینه مساعد است. یعنی که مشکل ورته نشته. رازو دی پختن ته چی تروسه تاسی داسې کوم ځل شوې چې کوم بهرنی ټیم هیواد د مسابقې لپاره دلته دعوت کړي او مسابقه ورسره تاسو وکړي؟ متاسفانه که تا به حال فدراسیون بدمنتون یعنی نتونسته که مسابقات داشته باشه که از بیرون دعوت کنه بر افغانستان. و ما تقریبا یک هفته قبل به کشور چین رفته بودم که اونجا
یعنی جلسه سالانه فدراسیون آسیایی و جهانی بود که خوشبختانه پیشنهاد که اونا برای افغانستان دادن که به بار اول افغانستان بتونه مسابقات اینترنشنال یا مسابقات بین المللی برگزار کنه به افغانستان، که این هم بیشتر از 6 یا 7 کشور اشتراک میکنه، هم کشورهای همسایه، و ما این قبول کردیم، پذیرفتیم. فقط با مسئولین ورزش، با دولت افغانستان باید ما صحبت کنیم که اونا موافقه کنند در این قسمت، چون مسابقات برگزاری مسابقات بین المللی خیلی مشکل است، بخصوص به بار اول میزبان همچی یک مسابقه باشیم، که در این قسمت باید دولت ما را همکاری کنه، ما را رهبری ورزش افغانستان حمایت ما کنه تا که بتونیم این مسابقه را دایر کنیم. السلام علیکم. علی سلام علیکم، ستړي مشي؟ او سلام علیکم صاحب ورور، څنګه ستاسو خاص صاحب؟ مننه، خوشاله اوسئ. څوک یاست لکه مازه باندې کني ولي؟ استاسو ملمت خپل احترامونه وړاندې کوم. صاحب ډاکټر کمالوالی ما په کابل کې ژوند کوم، څه ملمه راغلی ما. مهرباني استاسو ملمنه مې پوښتنه تلو دل زما فلش کلن زوی ده، تقریبا 30 کال زکی په امریکا کې ژوند کوم، هغه د باسکټبال د غیر ډیر ښه ستور دی، په سلا ډیر ښه زلیګ په پونتون کې کله سره شی او د ترنینګ د پاره او تاسو د همکارۍ د پاره یا تاسو سره کومه تاسو سہولتونه ورته پیدا کول شي البته ډیر مننه. ماس په نظر کې نه یس، ماس په حساب نه، مننه. باسکټبال په برخه کې؟ بله بله، ډیر زیات مننه. سوال از این هموطن ما، خب یک نظر داشتن، گفتن پسرشان از امریکا آمده یا در اونجا تمرین میکنن. اگر افغانستان بیه، گفتن امروشان چی همکاری کرده میتونن در بخش ورزشی؟ تشکر برادر عزیز، یعنی جای افتخار است که شما در یعنی کشور یعنی مهاجر هستین در کشور هم بیگانه، باز هم شما به ورزش توجه داشتین و تشویق کردین پسرتون که ورزش میکنه. فدراسیون بسکتبال افغانستان، شما شاهد هستین که قبلا در مسابقات جنوب آسیا دعوت کردن از تیم مهاجرین که در یعنی مهاجرین افغان که در مقیم امریکا زندگی میکردن، آمدن به این مسابقات اشتراک کردن، یعنی با تیم افغانستان یک جا به مسابقات جنوب آسیا رفتن. خوشبختانه اینا مدال هم گرفتن، و نیاز داره تمام فدراسیون ها که همچون استعدادای چی که در داخل افغانستان باشه چی در خارج افغانستان باشه، یک جا با تیم ملی بپیوندن و به مسابقات اشتراک کنن. و من امی راهنمایی رو برشان میکنم که یک بار اینا مراجعه کنن با فدراسیون بسکتبال، چون فدراسیون و بدمنتون است امی بله، که نظر از اونا چی است، یک بار با کمیته ملی المپیک برن مراجعه کنن. فدراسیون بدمنتون اونجا هست، امرشان صحبت دیر ازیت مننه. فقط یه دقیقه وقت لرو او دیگه کده شما تزواب راکړی چې ستاسو راتلون کلوبي د چا سره دی ورزش بازی های آینده تان اگر به طور فشرده بگوین؟ بازی های آینده ما بر علاوه که در مرکز پلان سالانه خود داریم که مسابقات انتخابی تیم ملی بدمنتون افغانستان داریم، و همچنان مسابقات است که تحت عناوین مختلف ما برگزار میکنیم، ما مسابقات خارجی هم داریم که ممکن در هندوستان که تازه دعوتنامه زور ما دریافت کردیم شرکت کنن، و همچنان به ایران که مسابقات جام فجر میباشه، اینا هم مستوره ارزو د افغانستان د ورزش سفیر او د بدمنتون فدراسیون رئیس زمنګ بلنه اومدله. زنده و سلامت باشین، تشکر یک جهان از اینکه یاد از ورزش افغانستان. حتما در برنامه‌های آینده هم شما را زحمت خواهد دادیم، و تشکری میکنم از همه بیننده و شنونده‌ای که با ما بودن. حکومت اراده محکم دارد تا کارهایی را که نتیجه دشواری های تاریخی بوده حل کند. رئیس جمهور در مراسم گشایش بازسازی قصر دارالامان با بیان این مطلب میگوید: در کنار کار بازسازی این قصر، خدمات شهری نیز به شهروندان افغانستان فراهم خواهد شد. در این حال وزیر شهرسازی میگوید کار بازسازی این قصر تا 4 سال آینده تکمیل خواهد شد. پس از نشر گزارش به این بحث خواهیم پرداخت. در این ساختمان زخم عمیق از چندین سال جنگ دیده می شود که هر کدام این دیوارها قصه های تلخی را حکایت می کنند. قصر دارالامان بر اثر راکت پراگنی ها در جنگ های داخلی به پیمانه وسیع آسیب دیده است. رئیس جمهور می گوید به فصل ناتمام بازسازی قصر دارالامان نقطه پایان می گذارد. حکومت وحدت ملی اراده محکم داره تا مشکلات را که در عرصه‌های مختلف نتیجه دشواری های تاریخی بوده حل کنه، و برای کسایی که بعد از ما میاین
یک تهداب گذاشته بتانیم که انشالله این مملکت معظم و ای مردم با درد و احساس مسئول بسازه. رئیس جمهور از ارائه خدمات شهری در آینده نزدیک سخن میزند. پروژه تنها پروژه احیای قصر نیست، ایجاد یک شهر که به صورت اساسی هم خدمات دولتی دوایر دولتی شروعش از شورای ملی شد و همچنین خدمات تجارتی و مسلکی و مخصوصا زندگی مردم در این بخش عیار شود. رئیس اجرایی نیز در جمع مقام‌های بلند رتبه به این قصر آمده است. او میگوید در ساختمان این قصر عزت و افتخار برای مردم احساس می شود. مردم ما یک بار دیگر احساس عزت و احساس افتخار و احساس باهمی و مشترکشان در مورد این کشور، در مورد آثارش، در مورد بناهایش و در مورد شهرهایش داشته باشند. در همین حال وزارت شهرسازی میگوید کار این پروژه پس از 4 سال و با هزینه 16.5 میلیون دلار از بودجه ملی به اتمام خواهد رسید. برای فعلا 16.5 میلیون دلار اینا برای ما تخصیص داده، ولی بعد از اینکه ما در عمق کار داخل شویم بعداً بیشتر میتونیم برای شما بگوییم که نیازمندی تکمیل پروژه چقدر است. این پروژه با هدف حفظ میراث‌های فرهنگی و تاریخی کشور، جلب و جذب توریسم و احیای هنر معماری دوران امانیه ترتیب گردیده است. برای بحث بیشتر اینجا آقای احمد زیا نکبین، عضو رهبری نهاد خدمتگزاران کابل در استودیو حضور یافتند. آقای نکبین خیلی به برنامه خوش آمدین. حالا رهبران حکومت وحدت ملی با ویژه آقای اشرف غنی تصمیم گرفتند که پس از این به آبادات تاریخی افغانستان و برای بازسازی دوباره این آبادات توجه جدی میکنه. شما بازسازی دوباره آبادات تاریخی را در افغانستان چقدر مهم میدانید؟ با عرض سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز شما. خب مسلماً که هر کشور بر اساس داشته های تاریخیش میتونه هویت تاریخی خود حفظ بکنه و بر اساس حفظ هویت تاریخی و آبادات تاریخی و عمو مثلا داشته های مثلا میراث های فرهنگیش میتونه که جایگاه خود، قدامت خود و عمو عظمت خود در بین کشورهای منطقه و در جهان مثلا تثبیت بکنه. این یک مسئله کاملا مهم و اساسی هست که قصر دارلمان و یا مثلا ما نه تنها قصر دارلمان بلکه ما در اکثر ولایت ها میبینیم که عمو میراث های فرهنگی کشور ما کاملا از بین رفته و کم است که بیخی نابود شده. این وظیفه دولت هاست که دوباره و اینا توجه بکنن و اینا دوباره بازسازی شوند و این واقعا یعنی بیانگر هویت پر افتخار تاریخی ما هست. ما از هیچ گاهی نمیتونیم چشم پوشی بکنیم. بله آقای نکبین، بازسازی این آبادات که شما اشاره کردید نه تنها در کابل و در برخی از ولایات دیگر افغانستان هم وجود داره باید بازسازی شود. مؤثریت در افغانستان چه هست؟ زمانی که میلیون ها دلار مصرف میشه چه درآمد برای افغانستان میداشته باشه؟ ببینین این یک مسئله هست که مثلا خود قصر دارلمان نماد هست تمدن افغانستان است. نماد از فرهنگ افغانستان، فرهنگ معماری افغانستان، نماد از جایگاه افغانستان در منطقه هست که در افغانستان در اون زمان از لحاظ تمدنی اینقدر رشد کرده. یعنی ما باید قدامت تاریخی کشور ما بیانگر عظمت کشور ما هست، بیانگر تمدن بسیار قوی هست که در این منطقه و در این کشور و در این جغرافیا وجود داشته. ولی این که این تمدن و این قدامت تاریخی را و این میراث های فرنگی به وسیله گروه های جنگ طلب و به وسیله گروه هایی که اینا واقعا وظیفهشان ویرانی افغانستان بود و به ویرانه کشانده شد، این باید نباید این نماده این قصد دارلمان یک نمونه هست، ویرانی های یک گوشه از ویرانی های شهر کابل هست، این نماد یک فاجعه بزرگ برای ملت افغانستان است. کمک های هنگفت در سالهای گذشته در دقیقا در حکومت قبلی صورت گرفت از سوی کشورهای بیرونی، چرا در آن زمان برای بازسازی دوباره این قصر دست به کار نشدند؟ البته دلایل مختلفی وجود داره و وجود دام داشته که این قصر اما تو به این وضعیتش مانده. البته من به این نظر هستم که اگر این قصر هم بازسازی میشه باید
یک تصویر بسیار برجسته از ویرانی از این در پالوی ایمار از این باید گذاشته شده که نسلهای بعدی ببینن که چی کسان دشمنان این وطن بودن، چی کسان وطنشان ویران کردن، چی کسان به سرنوشتشان بازی کردن با این ویرانی قصر که یک نمونه شد، چقدر انسان کشته شده، چقدر مثلا زن شوهر خود از دست داده، چقدر مثلا پسر پدر خود از دست داده و برادرای خود از دست دادن و چقدر در اون شرایط چقدر افغانستان به مشکل از جنگ های تنظیمی و ایرانگر که مثلا خانمان سوزی که صدها و میلیون ها انسان به مهاجرت کشاند و آواره کرد و بی‌سرپناه ساخت، این نماد اونطور یک دوره هست، نماد اونطور یک شرایط است که ای باید از اینمی حالت ازی باید در پالوی ساختمان جدیدش تصویر اینمی حالتشان باید وجود داشته باشه که مردم ببینه که نسل های بعدی ببینن که در افغانستان یک زمان کسانی که ادعاهای بسیار بزرگ داشتند ولی وطنشان را ویران کردند. و شما پیشتر اشاره کردین که با سازی دوباره این گونه قصرها میتونه نماد از فرهنگ غنی افغانستان را نشان بده. در پهلوی این نماد نشان دادن فرهنگ افغانستان چقدر میتونه همین قصر درآمد برای افغانستان داشته باشه و چقدر میتونه در مشکلات اقتصادی حل بکنه اگر موزیم ها ساخته شوه؟ یعنی فکر میکنید که دولت افغانستان میتونه این کارا رو انجام بده؟ چرا نمیتونه؟ دولت بسیار کارا رو میتونه بکنه. یعنی البته ما برای بهتر ساختن نمای شهر کابل نیاز داریم که قصر باید است دوباره اعمار مجدد شود، ولی برای در پلوی ازی کارهای بسیار دیگه هست که در این شهر باید انجام شده که تا این شهر واقعا زیبایی خود برجسته بسازه، شهر زیبا و به مثابه یک پایتخت جلوگاه شده، باید اولویت بندی شده. ببینین این شهر باید صاحب محیط زیست سالم شده، این شهر باید کثافات ازش دور شده، این شهر باید این نفوذی که در این شهر به این شکل گسترده به وجود آمده در این زمینه باید توجه شوه، در این شهر که این بلند منزل ها و مثلا کانالسون وجود نداره باید صاحب کانالسون شوه. همه از اینا برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که این شهر باید شهردار پیدا بکنه. تا حال این شهر شهردار نداره و مسلمن که هنوز حکومت وحدت ملی به این تفاهم نرسیدن که یعنی یک شخص که از هر لحاظ واجد شرایط باشه، دلسوز باشه، با کوچه کابل بلد باشه، یک کابلی اصیل باشه، کسی باشه که شهرش به او سپرده شود. یعنی تفاوت یعنی فقط کابلی اصیل بتونن کار را بکنن. وقتی که ما سر کابل تکیه میکنیم منظور ما هزی هست که کسی که کوچه کابل بلد است. حالا ببینین حکومت بین حکومت های استبدادی اینجا فکر نمیکنه که مدیریت مهم باشه؟ کسانی که اگر کوچه و پس کوچه های کابل را بلد باشن اگر مدیریت را بلد نباشن فکر نمیکنه مشکل ایجاد شوه؟ وقتی که ما خواهان انمی مسئله است، ما تو نمیگیم که یک آدم که او کابلی اصیل است ولی او تخصص نداره، او از لحاظ مسلک انجینیر نیست و کار باید با اهل کار سپرده شوه. یک در بهترین متخصصین امروز در بین همین نهادهایی که مربوط به شهروندان کابل هست، بهترین شخصیت ها، بهترین متخصصین و دانشمندان اینجا هستند. مسئله اساسی در کجاست؟ ببینید فرق بین حکومت های استبدادی و حکومت های دموکرات چیست؟ حکومت های استبدادی حکومت های مطلق العنان هستند که تماما مسائل فقط در اختیار خود و هر چی دلشان خود انجام میدن، ولی در حکومت های دموکرات اینجا مسئله مشروعیتش برمیگرده به مردم. چرا وقتی که مردم با پای صندوق رای میرن و با کس رای میتن که او برشان تعهد سپرده که من برای آینده بر شما خدمت میکنم و من خدمتگار شما هستم و میرن در پای صندوق برای رای میتن، بنان وقتی که نظام حکومت مشروعیت خود از مردم گرفت، زمانی که به عرف مردم حکومت وقع نمیگذاره پس مشروعیت شما هم زیر سوال میره. اگر حکومت واقعا میخواه مشروعیت داشته باشه، مشروعیتش وابسته به رضایت مردم است. پس امروز در کدام قسمت اینا به عرف مردم پاسخ مثبت گفتن؟ ما بارها از طریق رسانه ها، از طریق اعلامیه ها، از طریق وسایل اطلاعات جمعی به اینا از طریق دیزبادید با خودشان برایشان همین موضوع را بارها تکرار کردیم که شما حداقل به صدای مردم کابل لبیک بگوین و همین شهرداری را بسپارین به به طرف انتخابات برین، انتخابات بکنین. ما نمیگیم که کسرا نزد شما نزد برین شهرداری کابل به شکل انتخابی خود افراد کاندید بکنه، هر کسی که برد برنده شد او شهردار کابل است.
ولی مردم کابل از شهردار خود چی توقع دارن؟ این توقع رو دارن که شهرشان از این حالت نجات بده. شما میبینید شهر کابل با چی وضعیت قرار داره؟ کثافات بیهند در بی حتی آل کثافات در روی سرک ها در نزدیک نوایی ببینید که انباری از کثافات است. شما ببینید محیط زیست به کلی غیر استاندارد است. هیچ اصلا قابلیت از این نیست که ما در این شهر زندگی بکنیم. همگی به همراز مختلف مواجه هستند. من مثلا امی بلند منظرهای که آباد شده به شکل بسیار خودسر، این خود از این یک پرابلم بسیار شدید برای آینده افغانستان. شما پیشتر اشاره کردین که حالا هم اشاره میکنین تا هنوز کابل که پایتخت افغانستان است صاحب شهردار نیست. بله. و در عین زمان تا هنوز حکومت کابینه حکومت هم تکمیل نشده، ما تکمیل نشده و بعضی از وزارتخانه ها توسط سرپرستان مدیریت میشه. با این حال شما چگونه میتونید که امیدوار باشین دولت افغانستان و حکومت ولادیمیر، رهبران حکومت ولادیمیر حالا تعهد سپردن تا 4 سال آینده قصر دارالامان را با آن طوری که باید بسازن میسازن؟ فکر میکنین که میتونن به این تعهدشان جامعه عمل بپوشانن؟ خب من فکر میکنم که این پول ازی از طرف شاروالی در معاصر زمان وقتی که آقای نوندیش شاروال شهردار کابل بود یک مقدار پول از مردم جمع آوری کرده بود به شکل اهانه. این پول آماده هست و وقتی که دولت یک پروسه را آغاز میکنه مسلماً که پروسه با قراردادی سپرده میشه و قرارداد میشه شرکت های ساختمانی مسلماً که پروژه اعمار میشه. ولی پلانی که در رابطه با نه تنها مربوط به قصر دارالامان است بلکه نظر طوری هست که باید تمام وزارتخانه ها از شهر باید بیاید به طرف دارالامان و نهادهای دولتی مطلقاً همیجا جا به جا شود تا شهر از تراکم هم تراکم نفوذ در شهر از جلوگیری میشه، هم از لحاظ محیط زیستی شاید شرایط بهتر در شهر به وجود بیاید. و چون این بسیار یک سایه وسیع هست اگر اینا رو این ساحه رو اینا توسعه بدن انکشاف بدن واقعا که هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ مسائل اشتغال زدایی برای مردم این زمینه ها به وجود میاد و دولت من فکر میکنم که اگر با این تعهداتش هم وفا نکنه دیگه من فکر میکنم چیز باز دیگه برای دولت باقی نمیمونه. یعنی دیگه تا هر قدری که مثلا زمانی که دولت برای مردم تعهد میسپاره و به تعهد خود عمل نمیکنه مسلماً که نارضایتی مردم افزایش پیدا میکنه. افزایش نارضایتی مردم مسلماً دیگه که جای برای حکومت کردن برای نظام باقی نمیمونه. و حالا هم نارضایتی مردم افغانستان در برابر حکومت افزایش پیدا کرده. شما همین را دقیقاً میدونین. پس شما چقدر باورمند هستین که به همین تعهد خدا اینا جامعه عمل بپوشانن؟ خب باور دارین؟ خب من فکر میکنم که تا 4 سال خب دوره حکومت از اینا هم پوره میشه. تا یعنی 4 سال هنوز اینا 4 سال دیگه وقت ندارن. خب این پروسه یک پروسه دوامدار است. ببینیم که تا چی اندازه ببینیم که بستر زمان برای ما نشان بده که آیا واقعا اینا این کارو میکنن یا نمیکنن. ولی مسئله سر ازی هست که اگر واقعا در رأس شهرداری کابل یک شهردار دلسوز نسبت به کابل و نسبت به پایتخت تعیین شوه مسلماً که اینا پیگیری میکنن. یعنی اینجا شهردار کابل میتونه نقش بسیار ارزنده را بازی بکنه. ولی به خاطر از این پس جامعه مدنی و نهادهایی که اینجا هستن و سیاسون و فالان و سیاسی نمیتونن بالای حکومت بنا و فشار وارد بکنن تا شهردار کابل را معرفی بکنن. ببینین ما این وظایف به صورت کل انجام دادیم. یعنی ما عامل نبود نهاد خدمتگزاران کابل در صدد ایجاد مزاحمت و در صدد ایجاد تنش میان دولت و میان نهادهای جامعه‌ای هیچ وقت نبوده و هم نیست. بنابراین از مراجع قانونی ما چندین مرتبه این مسئله را بسلا به گوش دولت رسانیم اما تاثیرگذار نبوده. اگر آل ما ناگزیرن که نهاد خدمتگزاران کابل، نهادهای جامعه مدنی و جمع تماماً مردمی که در کابل زندگی میکنن اینا شهروندای کابل هستن، ما مجبور هستیم که با مطابق با قانون اساسی افغانستان در مطابق با سایر قوانین افغانستان دست به تظاهرات مدنی بزنیم و در خیابان ها برایم خیمه بزنیم. فکر میکنین که راه حل بوده میتونه؟ مجبور هستیم. نه راه حل هست. اگر بوده باشه چرا در گذشته این کار صورت نگرفت؟ ما باید بهش فشار دهیم. ببینین وقتی که از نهاد جامعه مدنی بحث میکنیم جامعه مدنی چی است؟ جامعه مدنی اونمون نهادهای تاثیر یا فشارگذار بالای دولت است. یعنی نیروی میانجی بین دولت و بین مردم است. پل ارتباط باید قرار بگیره. وقتی پل ارتباط است اگر دولت به طرف استبداد میره نهادهای جامعه مدنی باید است در مقابل بایس یک
نهاد میانجی این میانجیگری بکنه که بین مردم و بین دولت که از تشنج بین دولت و بین مردم جلوگیری بی از یک طرف شود و از طرف دیگه از یکتازی و دکتاتوری و خودخواهی دولت هم جلوگیری به عمل بیاید. پس نهاد جامعه مدنی نهادی است که باعث پل میان دولت و مردم است و یک نهاد میانجی است و باعث باعث نیروی فشار این بالای دولت باید است عمل بکنه این نهادها، چنانه که ما هم باعث نیروی فشار میخواهیم بالای دولت فشار وارد بکنیم که باید اصلاحات بیاره، باید اصلاحات با وجود بیاره. یعنی که واقعا اگر ما میخواهیم که برای آینده افغانستان مؤثر باشیم و آینده افغانستان اگر ما میخواهیم که نام نیک داشته باشیم و متوقع دوره دیگه که مانده دوره کاری از اینا میخواهند که در آینده محبوب برای مردم باشن، باید دیگه از این اعمالشان دست بکشن، دیگه از این خودخواهی هایشان بگذرن، دیگه از این تقسیم کردن چوکی بگذرن، دیگه از جیب پر کردن خود بگذرن، یک مقدار به مردم فکر بکنن. وضع مردم بی نهایت خراب است، فقر به حد گسترش پیدا کرده، بیکاری گسترش پیدا کرده و ده ها مصیبت دیگه در افغانستان. ولی نمیشه که ما بریم بازسازی دالمان قصر شروع بکنیم ولی در قسمت شهرداری هیچ فکر نکنیم. بله، شما میدانید که مردم افغانستان با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است و در عین زمان دولت افغانستان نیز متکی به کشورهای بیرونی است. اگر کمک‌ها صورت نگیرد و تا حد فلج میشه. با در همچو یک مقطع زمان نیاز بود که 16.5 میلیون دلار آمریکایی برای بازسازی دوباره قصر دالبان اختصاص داده شود. نه، من فکر می‌کنم این پول از مردم جمع‌آوری شده، پولی است که اهانه گرفته شده، از معلمین 50 روپیه گرفته شده، از معلمین گرفته، از متعلمین گرفته شده، از دیگه مامورین دولت گرفته شده. این پول است که از خزینه دولت نیست، پول است که مردم داده. با وجود که همین مردمی که تحمل کردن اینمی کسانی که وطنشان را ویران کردن، اونا ویران کردن، ولی همین مردم پس پول جمع کرد که این دوباره اعمار شود. و یعنی پس شما ببینید که مردم افغانستان چقدر مردم شریف و چقدر مردم هستن که به وطن خود مثلا اینا دلسوزی دارن و باز با اونمو معلم بیچاره که با اونمو معاشه که بسیار ناچیز حتی کفایت زندگیش نمیکنه ولی آزده شد که برای قصد دالمان اهانه بپردازه، برای اعمارش، برای دوباره ای که دیگه نمای شهرش از ایالت بیرون شود. خب اگرچه دو نظریه وجود داره که یک نظریه است که یک در مردم به این عقیده هستن که قصر دالمان نباید دوباره اعمار شود، بازسازی شود. چرا؟ برای از اینکه نسل آینده بفهمه که کیها به سرنوشتشان بازی کرده، کیها به این وطن خیانت کردن و این وطن به ویرانه تبدیل کردن. ولی ما به این عقیده هستیم که نه، قصر دالمان باید دوباره بازسازی شود و چون این یک نمای بسیار یعنی اساسی برای نمای شهر کابل هست و نباید شهر کابل به ایالت بانه. ای که هر کس هر کار کرد، امروز ما میبینیم که کسانی که دستشان به خون این ملت آلوده و غرق است، اینا همشان براحت گرفتن، همشان صاحب مقام شدن، همشان صاحب چوکی شدن، همشان صاحب جاه و جلال شدن، همشان صاحب ثروت و سرمایه شدن. ولی بدبختی کی دید؟ ملت بیچاره، مردم بیچاره، تلفات اونا دادن، کشتوا دادن، بی خانمان اونا شدن، اما زندگی خود اونا از دست دادن. ولی اینا هیچ چیز خود از دست ندادن، ولی امروز امتیازم از اوناست. اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جریان صحبت هایش که دیروز در قصر دالمان آمده بود و همچنان وزیر شهرسازی اشاره کرد که برای شهروندان افغانستان خدمات شهری را اینا فراهم می‌سازند. شما از مشکلاتی که عمده در داخل نظام افغانستان است اشاره کردین، مثلا نبود شهردار کابل و همچنان تکمیل نبودن کابینه این حکومت و ده‌ها تعهدات که برای مردم سپرده بودن اینا جامعه عمل نتونستن بپوشونن. پس با این حال چگونه میتونن که با همچون مشکلاتی که حالا وجود داره خدمات شهری را برای شهروندان افغانستان فراهم بسازن؟ ببینین، مردم افغانستان دیگه اعتماد خود بالای این افراد عزیز داده. یعنی مردم افغانستان دیگه هیچ وقت حاضر نیستن که حرف بشنون. مردم افغانستان حاضر هستن که به عمل صحه بگذارن. مردم افغانستان میخوان که اینا در پراتیک، در عمل ببینن که آیا واقعا اینا به این حرفایی که میزنن وفا میکنن، این حرفا را در عمل پیاده میکنن، یا باز هم مثل حرفای دیگه شان مثلا
پایداروا و بدون تحقق باقی میمانه. آقای نگمین، تجربه چی را نشان میده؟ شما چالش هایی که حالا وجود است میبینین و شاهدش هستین و اشاره هم کردین، میتونن به همین تعادلشان جامعه بپوشن؟ مردم افغانستان هم شما اشاره کردین حالا حرف نمیشن، عمل میخوان. من بر شما بگفتم که یعنی تا زمانی که اینا عملا در میدان کار مبارزه کمر خود بسته نکنن و کارهای را مردم در قسمت کاهش فقر مردم وصلا یاری نرسانن، در بهتر شدن اقتصاد، در بهتر شدن زمینه کار، در بهتر شدن شرایط حداقل زندگی، اگر اینا واقعا کارهای عملی نکنن، مردم گفتم هیچ اصلا آل مردم علاقه نداره که تلویزیون ببینه، علاقه نداره خبر بشنوه، علاقه نداره که صحبت های از نارا بشنوه، به خاطر ازی که چون هر چی که شنیدن ولی نتیجهش منفی بوده. امروز مردم اگر تا زمانی که عملا دیگه این مسائل عملی نبینن باور نمیکنن. زمان میگن زنده باد اشرف غنی که اشرف غنی واقعا برشان خدمت بکنه، ولی تا زمانی که خدمت نکنه هیچ وقت نمیگن زنده باد و هیچ وقت هم برفش توجه نمیکنن. چرا؟ این مردم دیگه از او وضعیت دیروز بر آمدن. ای تو نیست که این چوکی رو ببینین، همین موره ها اینا فنس دانی صدرن باره. امروز متخصصین افغانستان کلش دعاش هست. حالا خب درست است که افرادی که در کامپاینتان بوده اینا هم حق دارن که در پست های دولتی، ولی مردم دیگه هم حق داره. مردم کابل هم حق داره که شهردار داشته باشه، والی از خودش باشه، قماندان امنی از خودش باشه. تا چی وقت تقسیمات؟ ایتو نیست که مردم ایت نفهمه چیز ره. مردم همه گپا رو میفهمن. اینا میان که صحبت میکنن مردم میفهمه که اینا چی میخوان بگن، منظورشان چیست. همه گپا روشن است، واضح است. امروز مردم افغانستان 14 جنگ از پشت سر گذاشتندن و در مسائل پخته شدن، با وجودی که سطح آگاهی پایین دارن ولی از لحاظ سیاسی پخته شدن. میفهمن که کی برشان کار کرد، کی برشان نکرد، کی چی میخواهد. امروز دیگه کسایی که دیروز بسیار جایگاه داشتن امروز دیگه جایگاه ندارن، جایگاه ندارن، به خاطر از اینکه اینا وطنشان رو ویران کردن و سرنوشتشان بازی کردن، مهاجر ساختهشانه و ده ها مصیبت دیگر برشان آوردن. اگر حالا هر قدر چیخ بزنن، اما مردم افغانستان هم اینها را انتخاب کردن. آقای نکی، نی اشرف غنی را من منظورم نیست، کسای دیگه که هر قدر داد بزنن که با اینا مردم افغانستان مال سرنوشت آرای مردم افغانستان کی روشن است. آرای مردم در یک صندوقچه انداخته شد و او قلف شده. آرای مردم معلوم نیست که آرای مردم افغانستان، مردم افغانستان به پای صندوق های رای رفتن و به نفع هر دو نامزد ریاست جمهوری رای ریختن. این گپ معقول، ولی آرایشان چی شد؟ نتیجه آرایشان چی شد؟ در صندوق انداخته شد، سر صندوق بسته شد و حکومت وحدت ملی بر اساس 50-50 اعلان شد. هدف اینجاست که اما به هر دوشان مردم رای داده بودند، رای داده بودند مردم و انتخابشان همینا بودند. وقتی که رای دادن و این رای به کسی که واقعا واجد شرایطش بود، برنده بود، معلوم میشد که امروز مردم از یخنمو میگرفت. حالا معلوم نیست که آرای مردم چی شد. آرای مردم خودت رئیس جمهور انتخاب نکرد. آرای مردم خب یک رئیس جمهور میخواستن. دقیقاً هر دو رهبر هم در افغانستان حامیان خود را دارد. داشتن ولی امروز ندارن. اگر بگشتن صندوق بانن هیچ رای نمیبرن. چرا؟ بالاخره اینجا مردم است. هر قدری که قوم و زبان و سمت و منطقه بازم اگوزترش پیدا بکنه و اساس، ولی بازم افکار مردم فقر، بیچارگی، گرسنگی، مصیبت، دعاب ها غرق شدن و جوان ها بسر نوشت قرار گرفتن. امروز که جوان ایگه پفامیده. بله آقا، میبین بازم اشاره میکنیم در خدمات شهری که آقای اشرف غنی حالا دیروز اشاره میکرد. شما حالا میگین که کابل پایتخت افغانستان شهردار هم نداره و شهردار، اگر شهردارها میتونن در فراهم شدن خدمات شهری نقش ارزنده را بازی بکنن، با این حال چگونه امیدوار بود که بدون در عدم موجودیت یک شهردار مناسب و متخصص مجرب کار کشته میتونن در کابل و دیگر ولایات افغانستان خدمات شهری را فراهم سازن؟ مثلا من مثل که عرفایی که تا هم روز زده شده یم در قطار مو عرفا، در قطار مو عرفا هست تا اوگنون، تا زمانی که اینا گفتم. من بازم برای شما میگم امروز مردم هیچ دیگه نمیخواد عرف بشنوه. مردم میخواد که عمل ببینه. هر وقتی که تو مردم نان دادی گفتم باز مردم در پشت سر تو ایستاد میشود تو را به حیث یک پاچای عادل
و دلسوز نسبت به خود میشناسن. یعنی تو هنوز این کار نتونستن بکنن؟ نه، اگر میتونستن ما چرا امروز ببینین کسانی که بسیار نزدیکترین افرادشان هستن چیق میزنن؟ حالا خب ما میبینیم همه چیزه. حالا خب ببینین همه گپا عینی هست. ما شما زینگران نیستیم. ما قضاوت زینی نمیکنیم. ما میخواییم قضاوت عینی بکنیم. امروز وضعیتش که ما میبینیم. درست است که ما نمیگیم که نه هیچ چیزی نه کارایی به شکل شده که اگر امو کارم نمیشد خب حضور رو بگر. فکر میکنین که اختلافات درونی در داخل نظام افغانستان و در میان رهبران حکومت وحدت ملی مسبب وضعی شده که توقعاتی که مردم افغانستان از رهبران حکومت داشتن از سوی اینها برآورده نشده یا مسئله دیگر مطرح است؟ ببینین یک چندین مسئله را نادیده گرفتن. یک خواست مردم نادیده گرفتن. هیچ وقت به خواست مردم عمل نکردن. هر قدر مردم داد زد که نی والی برادر خدمتگار مردم نیست باید پس شود، پس نشد. اگر پس هم شد به یوازش کس رفت که به مراتب از این ظالمتر. مردم اگر برمه شاردار بته برای شاردار نداد. مردم گفت که زمینه کار پیدا کو برش زمینه کار پیدا نکرد. مردم گفت که از جلوی از قدر ما چرا قدر مردم مهاجرت میکنه یک روز یک 600 نشد که اون جوانا نرین ما زمینه رو برتون مساعد میکنیم. شما دیدین که به هزار انسان ما در هوا غرق شد. مرد برای مردم کار داده نشد، برای مردم نان داده نشد، فقر مردم در قسمت فقر کدام کاهش به عمل نامد و ده ها گپ دیگه که باید صورت نگرفت صورت نگرفت. پس آل مردم دیگه بی باور شدن. بی باوری مردم عامل حزی هست که نظام مشروعیت خود از اسم میده. حالا چی راهکارهایی را میتونن رهبران حکومت وحدت ملی با پیش بگیرن تا همین بی باوری ها که حالا میانه حکومت و مردم با وجود آمده را از بین ببرن؟ فقط یک نقطه و بس. اینا با تعهدات خود عمل بکنن و در میدان کمر خود بسته بکنن، فساد از بین ببرن، کار به اهل کار بسپارن، از افراد استفاده جو و مغرضی که در درون نظام هست اینا را باید از جلبش گرفته شوه. مافیای مواد مخدر دیگه باید از چوکات دولت باید اینا بدور برن و در قسمت فساد باید توجه بسیار جدی صورت بگیره و زمینه های بازسازی، زمینه های به وجود آمدن اشتغال برای جوان و نوجوان زمینه. اما دولت افغانستان میتونه با این ظرفیت در تمام جوانان زمینه کار را فراهم بسازه؟ اینجا سکتورهای خصوصی نمیتونه نقش داشته باشن؟ چرا؟ اگر اینا بتونن واقعا اقتصاد کشور را جلب بکنن، سرمایه خصوصی را برای توسعه اقتصاد پایدار در افغانستان مسلما. حالا در نمی اواخر تقریبا به اساس مثلا نشراتی که صورت گرفته از طریق وسایل دولتی اطلاعاتی که به دست آمده بیشتر از 40 یا 50 یا 60 تا تجار اختطاف شده. دیگه تجار چطور میتونه که مثلا اعتماد بکنه سری دولت و بیا سرمایه گذاری بکنه؟ یعنی برای جلب توجه 40 تاجر فقط اختطاف داشتن. اختطاف شدن در یک ماه گذشته در کریم یا اختطاف شدن یا اختار داده شدن و یا مثلا اینمی خودش یک زمینه است که مانع سرمایه گذاری تجار یا سرمایه دار خصوصی میشه. پس امروز ما اگر بتونیم امنیت تامین بکنیم، شما مطمئن باشین که اقتصاد افغانستان به یک زمان بسیار محدود سرپاش استاد میشه. ولی ما کی فرصت ها رو به وجود آوردیم؟ ما امنیت هر روز که میبینیم بدتر شده میره، با وجودی که دشمن هم یعنی آرام ننشستن. ما نتونستیم دشمن خود نابود بکنیم. دشمن کار میکنه و ما از نیروهای نظامی خود بی نهایت سپاسگزار هستیم. اینا واقعا قهرمانانی وطن هستن، خدمتگزارانی وطن هستن. هر فرد افغانستان باید است. بله آقای نیکبین، شما پیشتر اشاره کردین که برای از بین بردن فاصله میان دولت و ملت باید رهبران حکومت وحدت ملی به آن تعهدات که سپرده بودن برای مردم باید جامعه عمل بپوشانن. شما همین ظرفیت را در وجود رهبران حکومت وحدت میبینین که واقعا به تعهداتشان جامعه عمل بپوشانن؟ ظرفیت چیز دیگه نیست. ظرفیت از منافع خود گذشتن است. ظرفیت خود وقف مردم کردن است. پس اینا تا حالا ظرفیت منافع مردم بالاتر از منافع خود دانستن است. پس اگر اینا همه مسائل کنار بگذارن مسلمن که چرا اینا هر کس میتونن زمانی که از منافع خود بگذرن، زمانی که از خودخواهی های خود بگذرن، زمانی که از تقسیم چوکی های و کرسی های دولت بین خیش و قوم و اقارب و دوست و رفیق خود بگذرن، بیان واقعا اینجا حاکمیت قانونه پیاده بکنن و در مطابقت با قانون هر کسی که اهلیت داشت، شایستگی داشت، درایت داشت،
فهم داشت، تخصص داشت. اما بیادن بینوان آخرین پرسش میخوایم از شما داشته باشم، بسیار کوتاه اگر اشاره بکنید. از عمر حکومت وحدت ملی تقریبا 2 سال میگذرد، در جریان این 2 سال حالا هم اختلافات درونی میان نظام افغانستان و رهبران حکومت وحدت ملی جریان داره، شما هم با آن اشاره کردین. فکر میکنید که در 3 سال باقی مانده اینا میتونن از این اختلافات خود را دور بسازن و برای بدست آوردن یا دستیابی به منافع ملی کار بکنن؟ اگر اینا آرزوی ایره داشته باشند که فردا مردم سرشان قضاوت منفی نکنه و در آینده افغانستان جایگاه داشته باشند، اینا باید از کارهای را برای مردم افغانستان انجام بدن. در غیر از او مردم افغانستان هیچ اعتماد به اینا نخواهد کردن و اینا دیگه در جامعه افغانستان بعد از دوری حکومتشان هیچ جایگاهی نخواهد داشت. و شما اشاره کردین که حالا هم مردم اعتماد ندارن. خب این اگر اینا بیشتر از این خواهد، بله، اگر اینه تو وضعیت به این منوال به پیش بره، مسلمن که دیگه مردم تمام نداره، کارت به استخوان. سپاسگزارم آقای احمدزیان نیکبین، عضو رهبری نهاد خدمتگزاران کابل، از این در استودیو حضور یافتید. ممنون، سپاسگزارم. و حالا هم یک وقفه کوتاه داریم و ادامه برنامه را پس از آن فراموش نکنید. دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است و حالا هم من بابر آیدین در خدمت شما قرار دارم و حالا مرور داریم بر روزنامه‌های چاپ کابل. در روزنامه اطلاعات روز نوشته شده است که کار بازسازی قصر تاریخی دارلمان آغاز شد. کار بازسازی قصر دارلمان روز گذشته با حضور رئیس جمهور، رئیس اجرایی و شماری از اعضای کابینه افتتاح و نخستین نشست کمیسیون عالی توسعه شهری نیز در این قصر برگزار شد. رئیس جمهور غنی افتتاح کار بازسازی بنای تاریخی دارلمان را شروع جدید برای ساختن شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان خوانده و گفت امید است که با گذشتن این قدم فصل ناتمام تاریخ افغانستان که به ما میراث مانده تکمیل شود. آقای غنی گفت میراث های تاریخی در شهرهای افغانستان باید به صورت همه جانبه تثبیت شود و این بنا قصر دارلمان نمونه از آنها است. غنی همچنان گفت که امروز جایدادها در افغانستان مسئول نیست و باید یکی از اهداف عمده در 9 سال بعد این باشد که هر فرد افغانستان در هر نقطه از افغانستان که زندگی میکند دارای جایداد شرعی قابل اعتبار و مسئول باشد. از سوی هم رئیس جمهور گفت که شهرهای افغانستان توسعه یافته اما جهت نداشتن است که به باور او دلایل آن استفاده غیر مؤثر از زمین بوده است. همچنان نخستین نشست کمیسیون عالی توسعه شهری که در قصر دارلمان برگزار شده بود، در آن کمیسیون عالی توسعه شهری و برنامه‌های ملی اولویت‌های شهر از سوی وزارت شهرسازی به معرفی گرفته شد. رئیس جمهور غنی گفت جایی که ما جلسه گرفته‌ایم روزی است که اراده حکومت وحدت ملی برای اینکه بنای تاریخی از امکانات داخلی افغانستان دوباره احیا شود ران نشان می‌دهد. به گفته سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، تشخیص چالش‌های موجود در سکتور شهری، رسیدگی به چالش‌های موجود شهری، ایجاد هماهنگی در سکتور شهری، طرح و تطبیق برنامه‌های سودمند برای بهبود وضعیت شهرها و مدیریت سالم از منابع شهری از اهداف ایجاد کمیسیون عالی توسعه شهری پنداشته می شود. قصر دارلمان یکی از بناهای تاریخ افغانستان است که در دوران حکومت امان الله خان در غرب کابل ساخته شده است. امان الله خان تصمیم داشته که بیشتر ادارات دولتی را در ساحه دارلمان انتقال دهد، اما ظاهرا این تصمیم عملی نشد. رئیس جمهور غنی قبلا نیز پروژه دارلمان را فصل ناتکمیل شده تاریخ افغانستان خوانده و گفته بود دیدگاه شاه امان الله خان در مورد این پروژه باید تطبیق و عملی شود. خبر بعدی هم در همین روزنامه نشر شده است که هشدار اعضای شورای ولایتی هلمند، اگر نیروهای کمکی نرسد این ولایت سقوط میکند. پس از حمله گروه طالبان بر شمار از ولسوالی‌های ولایت هلمند و درگیری‌ها در اطراف شهر لشکرگاه دیروز دوشنبه، ده جوزا رئیس و شماری از اعضای شورای ولایتی هلمند هشدار دادند که اگر در جریان 48 ساعت آینده نیروهای هوایی و زمینی کمکی به این ولایت اعزام نشود، ممکن هلمند سقوط کند. روز یکشنبه نیز مقامات امنیتی در این ولایت گفته بودند که طالبان شب
شنبه شب بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی های نهر سراج، نادعلی و گرشک هلمند حمله کردند. روز دوشنبه کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند در یک نشست خبری گفته است در حال حاضر نیروهای امنیتی توان مبارزه در برابر حملات گروه های مخالف مسلح دولت را ندارند. آقای اتل همچنان گفته است که شنبه شب در شهر لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی های نادعلی و گرشک به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد شده است. اتل افزود همین اکنون هم در 4 گوشه شهر درگیری ها ادامه دارد. تا 24 ساعت گذشته 68 سرباز پلیس و اردوی ملی کشته و زخمی شدند و برخی مناطق را نیز طالبان مسلط تسخیر کردند. عبدالمجید آخونزاده معاون شورای ولایتی هلمند نیز گفته است هرچند وضعیت امنیتی در این ولایت از گذشته ها به این سو خوب نبوده، اما در جریان 24 ساعت گذشته بدتر شده است. یک منبع امنیتی که نخواست نامش در خبر گرفته شود با رادیو کلید گفته است که در 30 ساعت گذشته نزدیک به 80 نظامی افغان مستقر در هلمند کشته و زخمی شدند و 22 پاسگاه امنیتی نیز سقوط کرده است. مسئولان در شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه نیز گفتند که یک شنبه دست کم 40 سرباز زخمی و به این شفاخانه منتقل شدند. سخنگوی وزارت دفاع هلمند سقوط نمی کند، در حالی که مقامات محلی و امنیتی در هلمند از سقوط این ولایت هشدار می دهند. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رسانه ها خبر سقوط هلمند را شدیداً رد می کند. آقای وزیر روز دوشنبه به خبرگزاری پژواک گفته است که مخالفان مسلح هرگز نمی توانند هلمند را تصرف کنند. با گفته او در حال حاضر در شهر لشکرگاه و ولسوالی های گرشک سنگین مورچه و برخی ولسوالی های دیگر عملیات های هوایی و زمینی علیه مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. هلمند از ولایت‌های شدیداً ناامن در جنوب کشور است. شماری از ولسوالی‌های آن به صورت کامل در تصرف مخالفان مسلح و گروه‌های طالبان است. در حال حاضر ناامنی در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت نیز گسترش یافته است. مقامات محلی از سقوط آن به دست مخالفان مسلح هشدار می‌دهند. و خبر بعدی هم در روزنامه اطلاعات روز نوشته شده است که شورای امنیت ملی کلیات استراتژی مبارزه با داعش را تایید نمودند. شورای امنیت ملی افغانستان در نشست روز دوشنبه خود استراتژی مبارزه با داعش را مورد بحث قرار داده و کلیات آن را تایید کردند. با معذرت، ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که شورای امنیت ملی ضمن سپاسگزاری از ارگان‌های موظف برای تدوین استراتژی مبارزه با داعش همچنان به ادارات مربوطه جهت نابودی و سرکوب کامل گروه داعش و جلوگیری از تداوم فعالیت‌های این گروه در افغانستان هدایت همه جانبه صادر نموده است. همچنان در این نشست وزیران سکتور دفاعی و امنیتی از وضعیت امنیتی کشور به ویژه ولایت هلمند، اروزگان، فاریاب، ننگرهار، غزنی، سرپل و بغلان گزارش ارائه کرده و از تلاش‌ها و موفقیت‌های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در امر مبارزه با دشمن و دفع تهدیدهای امنیتی تقدیر کردند. خبرنامه افزود است که در این نشست برای نیروهای امنیتی نیز هدایات لازم جهت دفع تهدیدات امنیتی صادر شده است. جنگجویان گروه تروریستی داعش از مدت 2 سال به این سو در شماری از ولایت‌های کشور فعالیت داشته و دست به ناامنی زدند. تاکنون این گروه بیشتر در ولایت ننگرهار فعالیت داشته و ولسوالی اچین این ولایت به عنوان خاستگاه اصلی داعش در افغانستان گفته شده است. در اوایل سال گذشته که فعالیت گروه داعش در افغانستان بیشتر شده بود، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور این گروه را خطر جدید برای منافع امنیت ملی افغانستان خوانده بود. آقای اتمر در ماه ثور سال گذشته گفته بود که حکومت از 2 ماه پیش استراتژی مبارزه با داعش را روی دست گرفته که اساس آن نخستین عملیات علیه این گروه را در ولایت هلمند عملی کرد که در اثر آن رهبری محلی این گروه در این ولایت کشته شد. اما در اواخر سال گذشته و امسال عملیات متعدد هوایی و زمینی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای حمایت قاطع علیه این گروه به ویژه در ولایت ننگرهار انجام شده و از فعالیت‌های این گروه در افغانستان کاسته است. خبر بعدی هم شورای امنیت ملی برنامه امنیتی برای برگزاری انتخابات نهایی شود. شورای امنیت ملی در نشست
روز دوشنبه بر ریاست رئیس جمهور غنی گزارش ابتدایی برنامه امنیتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را بررسی کرده و هدایت داده است که این برنامه نهایی شود. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه از نشست شورای امنیت ملی نوشته است شورای امنیت ملی با اعلام مجدد تعهد و اراده کامل حکومت مبنی بر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گزارش ابتدایی پلان امنیتی برای انتخابات را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و هدایات لازم را به منظور نهایی سازی طرح پلان عملیاتی انتخابات و به ارگانهای زیربط صادر نموده است. همچنان شورای امنیت ملی بر اهمیت برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تاکید کرده و نهادهای زیربط هدایت داده است تا برنامه های قانونی پروسه انتخابات را سرعت بخشند. خبرنامه افزوده است که شورای امنیت ملی به وزارت مالیه هدایت داده است تا بررسی های وجه مالی مورد نیاز انتخابات را با دونرها ادامه دهد و از تعهد حکومت افغانستان در زمینه تخصیص بودجه در خصوص پرداخت هزینه انتخابات به آنها اطمینان دهد. حکومت در حال از نهایی سازی برنامه امنیت برای انتخابات و آمادگی های حکومت برای برگزاری انتخابات خبر می دهد که تا هنوز برای برگزاری انتخابات کارهای زیاد انجام نشده باقی مانده است. تا کنون نظام انتخاباتی اصلاح نشده است. فرمان تقنین رئیس جمهور برای اصلاح نظام انتخاباتی در مجلس نمایندگان گیر مانده. کمیته گزارش رسما کارش را برای گزارش کمیشنران و کمیسیون های انتخاباتی آغاز نکرده است. در ماه هود سال گذشته کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود هرچند برنامه‌های برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در 24 میزان سال 1395 ریخته شده، اما با عدم حمایت حکومت و با گذشت هر روز خطر آن می‌رود که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار نشود. خبر بعدی هم در روزنامه اطلاعات روز نوشته شده است که نمایندگان مجلس حکمتیار پس از توافق صلح نباید نیروی مسلح در اختیار داشته باشد. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که در توافق نامه صلح دولت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نباید اجازه داده شود که این حزب پس از صلح نیروی مسلح در اختیار داشته باشد. با گفته این نمایندگان حزب اسلامی در یک بند توافق نامه صلح از دولت افغانستان خواسته که به این حزب اجازه داده شود تا 20,000 نیروی مسلح در اختیار داشته باشد. به باور برخی از نمایندگان موجودیت چنین بند در توافق نامه صلح با حکمتیار در آینده یک مشکل امنیتی در داخل نظام به وجود می آورد و سبب انفجار داخلی از درون نظام خواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان ضمن استقبال از توافق صلح با حکومت گفته است که گفته می شود حکمتیار خواسته که 20,000 نیروی مسلح داشته باشد. در حقیقت این خواسته ایجاد تشکیلات موازی با دولت است و در این صورت صلح چی معنا دارد؟ آقای ابراهیمی گفته که حکومت مسئولیت دارد، نباید به کس اجازه دهد که هر کس در هر گوشه دیگر تشکیلات مستقل از خود داشته باشد. شماره دیگر از نمایندگان مجلس نیز این خواسته حکمتیار انتقاد کرده و آن را خلاف قانون اساسی افغانستان دانستند. حبیب دانش یک عضو مجلس و خبرگزاری جمهور گفته است که قانون اساسی اجازه داشتن افراد مسلح به هیچ گروهی را نداده است و وقت یک کشور دارای یک نظام باثبات باشد، پلیس و ارتش داشته باشد، هر گونه درخواست تشکیلات نظامی جداگانه به مسابقه تشکیلات موازی علیه دولت افغانستان است. ساخته نظام را تضعیف خواهد کرد و دولت نباید این گونه خواستها را بپذیرد. زکریا سودا عضو دیگر از مجلس نمایندگان گفته است اگر این تعداد نیروی حزب اسلامی در چوکات نیروهای امنیتی نیز جابجا شده، معنای آن را دارد که این افراد از فرد مشخص فرمانبرداری میکنند نه از نظام. مذاکرات صلح با حزب اسلامی در حدود 3 ماه پیش آغاز شد. حدود 2 هفته پیش پیشنویس توافق با این حزب نهایی شد و امضا شد و قرار است به زودی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار توافقنامه نهایی را امضا نمایند. و در روزنامه کابل پوست نوشته شده است که نیروهای مرزی پاکستان صدها متر به خاک افغانستان پیشروی کردند. مقامات امنیتی در ولایت کنر در شرق کشور میگویند که از یک هفته به این طرف نظامیان مرزی پاکستان در ولسوالی های مروره و سرکاروی این ولایت 500 متر به داخل افغانستان پیشروی کرده است. آقای سید خیل همچنان تاکید کرده که نیروهای امنیتی افغان به علت موجودیت منازل مسکونی در این مساحات پاسخ نظامیان پاکستانی را ندادند. که آقای سید خیل همچنان تاکید کرد که نیروهای افغان به علت موجودیت منازل مسکونی در این ساحات پاسخ نظامیان را تا هنوز نداده است. سید خیل قماندان امنی این ولایت گفته است که آنان این موضوع را با مقامات حکومت مرکزی نیز
شریک ساختند. خبر بعدی هم در همین روزنامه آشنا شده است که گروه 3 نفره تروریستان مربوط به شبکه یقانی در لوگر بازداشت شده است. ریاست عمومی امنیت ملی کشور از بازداشت گروه 3 نفره تروریستان مربوط به شبکه یقانی در ولایت لوگر خبر داد. در خبرنامه آمده است که این افراد مربوط به شبکه یقانی اند و در جریان فعالیت‌های ضد دولتی بازداشت شدند. در خبرنامه که روز دوشنبه از سوی این ریاست نشر شده آمده است که این 3 تن از ولسوالی خوشی این ولایت در یک عملیات خاص دستگیر شدند. در خبرنامه آمده است که این افراد مربوط به شبکه حقانی و در جریان فعالیت‌های ضد دولتی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شدند. خبر بعدی در همین روزنامه نشر شده است که روسیه بر ادامه های تماس های خود با گروه طالبان تاکید می کند. مقامات دولت روسیه تاکید میکند که پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور تماس و ارتباطشان با گروه طالبان افغان را ادامه خواهند داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان میگوید با ملا هبت الله خانزاده رهبر جدید گروه طالبان نیز به تماسهایشان ادامه خواهند داد. و در گفتگو با روزنامه یک از روزنامه‌های روسی گفته است که آنان این کار را به هدف کمک به پروسه صلح افغانستان و تحکیم امنیت ملی روسیه انجام می‌دهند. وی به گونه غیر مستقیم از کشتن ملا اختر محمد منصور توسط آمریکایی انتقاد کرده، اما گفته است که رهبر جدید طالبان قماندان نظامی نیست، اما یک ملای محافظه کار می‌کند. به گفته کابلوف هبت الله خانزاده با مسائل نظامی سر و کار نخواهد داشت و افراد مانند سراج‌الدین حقانی و ملا ذاکر قایم را به هدف پیشبرد جنگ به کار خواهد گماشت. از همراهیتان تا این دم سپاسگزارم.